اللهم الله اجورنا واجوركم. بمصابنا بسيدنا الحسين صلوات الله عليه، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله، عجل الله في فرج الشريف. من ابتدا از همه شما کسانی که به هر قسمی به هر نحوی عزاداری برای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه کردن تشکر میکنم، هم از شما هم از بقیه قائمین به شعائر مقدسه حسینیه صلوات الله علیه، چه در ایران، چه در عراق، چه در کشورهای اسلامی، چه در کشورهای کفر، که به حمد الله در زمان ما این شعائر مقدسه حسینیه صلوات الله علیه گسترده شده، توسعه پیدا کرده، هزارها و هزارها مجالس امام حسین علیه السلام در این دهه عاشورا، مخصوصا در مثل دیشب و امشب شب و روز عاشورا، در اطراف دنیا برپا بوده. از تمام اونها من تشکر میکنم و به عنوان یک وظیفه شرعیه به همه اونها دعا میکنم که خداوند تبارک و تعالی این توفیقات را از اونها نگیرد، بلکه بیش از پیش موفق باشند، حوائج دنیا و آخرتشون به برکت این شعائر مقدسه مورد قضای الهی سبحانه و تعالی قرار بگیرد. و بالنسبه به کسانی که برای شعائر مقدسه حسینیه در هر جای دنیا و هر جوری کار شکنی کردن، مشکل درست کردن، تثبیت کردن با زبونشون، با عملشون، با اسلوب، هر کسی با هر اسلوبی، چه حکومت‌هایی که این تثبیت ها و این مشکلات را درست کردن، که حالا ها کم هست، خیلی بیش از 200 حکومت رو کره زمین الان هست، بیش از 190 تاش اینجور که نقل میکنن شعائر مقدسه حسینیه همه جورش درش آزاد هست، حتی کشورهای کفر ولله الحمد. اما برای تمام اونهایی که چه در سطح خانوادگی، چه در سطح فامیل، چه در سطح دوستان، چه در سطح همسایگی، چه در سطح حکومتی، مشکلی برای عزاداری قائم به شعائر مقدسه حسینیه صلوات الله علیه ایجاد کردن، برای همه آنها، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن، دعا میکنم خدا هدایتشون بکنه
و بتونن جبران بکنن و به آخرت نیفته. این مشکل برای اونها به آخرت نیفته که در رو در روی با حضرت زهرا صلوات الله علیها قرار بگیرن که اونجا دیگه چاره نداره. البته مشکلات دنیایی مقصودم غیر ظلمه، اگر نه ظلم چاره ای نداره، خدا قسم خورده از ظلم نگذره. اگر کسی برای کسی از عزادارهای امام حسین، از قائمین به شعائر مقدسه حسینی صلوات الله علیه، مشکلی ایجاد کرده که ظلم به او بوده، حتی ولو در روایت داره دست به لباسش داده، دست به آستینش داده، این حق خدا به بشر نداده نسبت به دیگری. و انه لیسأل العبد عن وضع ثوب اخیه بین اصبعیه، یعنی دو انگوش با دو انگوشتش آستین کسی رو گرفته حتی نکشیده ها، این خدا قسم خورده نگذره. من برای این دعا نمیکنم، فایده نداره، دعا دعا لغوه. نه، اگر جورهای دیگری که ظلم نباشه، اگر نه ظلم دیگه با قسم خدای تبارک و تعالی است، وقت با این معنای گسترده ظلم، خصوصا ظلم به اهل بیت علیهم السلام، بالاخص ظلم به امام حسین علیه السلام، برای اونا دعا نمی کنم، بلکه چون در کامل زیارات روایات صحاح متعدد هست که معصومین علیهم السلام نفرین کردن، بلکه به عنوان یک وظیفه شرعیه به تمام اونها نفرین میکنم که خدای تبارک و تعالی به انواع مشکلات در دنیا گرفتارشون بکنه و در آخرت به اون عذابی که دل حضرت زهرا را خنک میکنه گرفتارشون بکنه. مسئله حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، همینجور که آقایونی که در محضر تشریف دارن، یعنی بالخصوص آقایون علما، مدرسین، فقها، بعضی هاشون هستن، اینا کم و بیش دیدن میدونن. شما جوانهای عزیز را هم من مکرر سفارش کردم، بازم سفارش میکنم، خودتون بخونید، از شروع کنید، از یک کتاب کامل زیارات، کتاب بزرگی هم نیست، کمتر 1000 تا حدیث توش هست، از اینجا شروع کنید، خودتون ببینید، خودتون مراجعه کنید. یکی از تشکیکاتی که نسبت به جریان حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه شده در طول تاریخ، از روز شهادت حضرت و تا به امروز، در روایت داره، شنیدید این روایت را، شاید خود منم گاهی نقل کردم، که این جزء خصائص حسینیه صلوات الله علیه، اگر ننوشته باشن، شماها جوانا این چیزا رو جمع کنید بنویسید، برکت دنیا و آخرت خودتونه. نسبت به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، با اینکه افضل از امام حسین ندیدم، نسبت به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، با اینکه افضل از امام حسین ندیدم، نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، با اینکه افضل از امام حسین ندیدم، نسبت به امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، با اینکه افضل از امام حسین ندیدم، نسبت به بقیه ائمه اطهار که همه مظلوم بودن، همه کشته شدن، همه یا مسموم یا
به قتل بوده. در دوران زندگیشون ظلم های زیادی بهشون شده، نسبت به احدی از اونها من ندیدم، اما نسبت به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه داره. وقتی که حضرت شهید شدن، یعنی مثل همچین روزی یه چند ساعت قبل، ببینید روایت را در کامل زیارات، ابلیس اون رئیس شیاطین که از روایت پیدا میشه شیاطین نمیدونم هزارها میلیاردن، میلیونها میلیاردن عددشون، میلیاردها میلیاردن. تو روایات راجع به شیاطین میبینید چقدر زیادن. روایت داره که حضرت میفرمان ابلیس اون شیطان اکبر به تمام شیاطینش سر زد وقت شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و به همشون سفارش کرد برید تو مردم، فی الناس، برید تو مردم تشکیک کنید. کی میگه اینجوره اینجور نیست؟ ذهن، خصوصا ذهنای فارغ، ذهنای آدمای عادی، با مجرد القاء شک خیلی شک پیدا میکنن. ابلیس این کارو کرد و از غرایب و لیس بغریب، اینو برای آقایون علما و اهل اختصاص میگم، شما جوان هم به نتیجه این چیزها رو درک میکنید، دنبال کنید، خودتون برداشت کنید، تا نه اینکه از من فقط گرفته باشید، خودتون مستقیم گرفته باشید. این است که خود همین روایتی که این مطلب درش هست، درش بعضی تشکیک کردن، یه تشکیکی که بحث علمی داره، من نمیخوام حالا اینجا مطرح بکنم، خودتون مراجعه کنید ببینید، یه تشکیکی که تو جاهای دیگه، یعنی این تشکیک مال علماست، یعنی مال اون کسایی که اهل خبره این چیزا هستن. عالم معنیش اینه که خوبه، عالم یه چیزه، خوب بودن یه چیز دیگه است. گاهی این دوتا با هم جمع میشه، میشه شیخ مفید، هم عالم هم خوبه. گاهی این دوتا جدا میشه از هم، عالم و بد، میشه ابن ابی العذاقر، میشه شریعی، میشه بلالی، میشه هلالی، میشه بلعم ابن باعورا، میشه ابن عربی، میشه اینجور افراد. عالمه، درس خونده، بلده، میفهمه. لهذا روایت داره بدترین درکات جهنم مال علمای بده، نعوذ بالله. این تشکیک که عرض کردم در این روایت مال علماست، یعنی بعضی علما این تشکیک رو کردن. حالا مطرحش نمی کنم، نمیخوام وقت آقایون زیادی بگیرم. عزاداری کردید یک دهه دیشب، مخصوصا امروز خسته هستید، فقط من میخوام انجام وظیفه کنم مقابل خدای تبارک و تعالی و مقابل رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و لائمه المعصومین من ذریته، بالخصوص آقا حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه، میخوام انجام وظیفه خودم رو بکنم طبق اون چیزی که باور دارم، برداشت دارم، وظیفه ما انجام داده باشم. ببینید تشکیکی که عرض کردم، شعائر مقدسه حسینیه یکی از فضائله، حالا یه حدش مستحبه، یه حدش مستحبه مؤکده، یه حدش واجب کفائیه، یه حدش واجب عینیه، که باز این مربوط به بحث اهل اختصاص و فقها میشه، گیری نداره این مسئله.
اما ایجاد شک کردن. یعنی ببینید نماز یکی از فضائله، روزه یکی از فضائله، حج، حج مستحب حالا میگیم، حالا غیر واجبش، واجبش هم همین، یکی از فضائله، صدقه دادن یکی از فضائله، اطعام کردن یکی از فضائله، مسجد درست کردن یکی از فضائله، تمام کارهای خوب، تمام کارهای خوب، اونا همشو با هم جمع کنید تو کل تاریخ، تو کل تاریخ، یعنی چقدر تو تاریخ از 1400 سال قبل تا حالا مسجد درست شده، چقدر نماز خونده شده، چقدر روزه گرفته شده، چقدر حج بوده، چقدر اطعام بوده، چقدر صدقه بوده، نسبت به تمام اینها تشکیک که نسبت به شعائر مقدسه حسینیه میشه و میشده نیست. هر کی که نماز میخونه اگر ریا بکنه که باطل نمازش. آیا تو مساجد هی اعلان میکنن مردم قبل نماز ریا نکنید ها نمازتون باطله، با اینکه حرف درست، اگر ریا بکنن نمازتون باطله، اما این تشکیک و القا نمیکنن. ماه رمضان تو مجالس، تو تکایا، تو نمازها، روزای ماه رمضان، دعاهایی که میخونن، هیچ این تشکیکا رو شما تو عمرتون چند بار شنیدید؟ یه بار شنیدید تو عمرتون؟ اعلام بکنن، اعلامیه بدن، منشور بدن، چاپ کنن، کتاب بکنن. آقای اینه که صدقه میدید، اگه برای خدا نباشه فایده نداره، با اینکه درسته، اگه برای خدا نباشه اون فایده رو نداره. آقا اینه که مسجد درست میکنید، این اگه برای خدا نباشه فایده نداره. اگه مسجد شما درست میکنید نماز صبحت قضا میشه، به چه کارت میخوره این مسجد درست کنید؟ میگن تو عمرتون شنیدید یه دونه؟ اما قصه امام حسین صلوات الله علیه که میرسه همینجور هی تأکید میکنه، به چه کار میخوره؟ شعائر حسینی مقدس، آل مقدس حسینی صلوات الله علیه را اقامه میکنی، نماز نخونی. اونی که نماز خون نیست نماز خون نیست، اونی که نماز خون هست نماز خون هست. تمام اینه که مساجد درست کردن نماز صبحشون قضا نشده گاهی، یعنی میتونیم بگیم یکیشون هم قضا نشده. تمام اینه که حج رفتن حج مستحب، یه دونه نماز صبحشون قضا نشده. تمام اینایی که روزه میگیرن نماز صبحشون قضا نشده. شب قدر احیا کرده تا نزدیک صبح خوابش برده نماز صبحش قضا نشده. میتونید بگید نشده؟ اما چرا نمیگن؟ چرا مطرح نمیکن؟ این همین کار ابلیسه، این همین کار شیطانه، کار ابلیسه که به شیاطین گفت، به همه شیاطین، ببینید روایتش را، به تمام شیاطینش ابلاغ کرد بیفتید تو مردم ایجاد شک کنید، تشکیک کنید. به نتیجه تشکیک یک قدری رو اون دلای ضعیف، رو اون همه جون رعا که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودن اثر میذاره. این یکی از ویژگی های دستگاه امام حسینه. در جریان امام حسین یک فاصله بهشت و جهنمه، همیشه بوده و هست همینجور. وقتی یه مسئله که میسوزونه، تلف میکنه، تلف میکنه اون طرفشو به نسبه به قتله حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و لعنت الله علیهم جمیعا، میخونن آقایون و آز شنیدید که در مثل همچی شبی یکی از بچه دخترهای امام حسین علیه السلام که لباسش آتیش گرفته بود، یکی اومد میخواست خاموشش کنه، اینجور نقل کردن. میگن اون بچه دختر پرسید لنا ام علینا، بر ضد مایی؟ میخواست بینه میخواد اذیتش کنه، بزنتش، بکشتش،
یا نه، گفت دوستی یا دشمن، دختره به اون گفت. اون اومد، این کار خوبی بود، آتیششو خاموش کرد آتیش لباس. بهشم گفت لا لکم ولا علیکم، نه دوستم نه دشمن. من هر بار از آقاین معاذ این را شنیدم قربتن الالله گفتم لعنت الله علیه، خدا همینو لعنت کنه. در جریان حدث شهدا بی تفاوت بودن لعنه داره، بی تفاوت بودن قربتن الالله لعن داره. پشده اومده به کربلا تو جیش دشمن بوده دیگه، این کارش کار خوبی بوده، اما خودش ملعونه. این آدم این مثل یه ظالمه که صدقه به فقیر بده، مثل یه ظالمیه که یه ظلم رو از یه دونه مظلوم برداره، این کار خوبه اما خودش ملعونه. الا لعنت الله علی الظالمین تو قرآن داره، تو روایات داره، با تواتر اینا، تمام اینایی که اومدن کربلا مصداق ظالمین هستن. حتی اونی که گفت لم ارم بسهم ولم اضرب بسیف، دیدید خوندید داره تو کتابا، شب خوابید بیدار شد نابینا داد میزد، چشمش میسوخت، گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه میله مثل سرمه دونه کردن تو خون، یه تشت خون جلوشون تو چشای من کشیدن. گفتم یا رسول الله من هیچ کاره بودم، هیچ کار نکردم، نه تیر زدم، نه شمشیر دادم، نه سنگ پرت کردم، اصلا دور بودم که محل ابتلام نشه این چیزا. فرمودن کثرت السواد علی ابنی الحسین، خودش این خصائص، از خصائص امام حسینه، تو 30,000 نفر یه نفر کثرت السواد، این مجاز نه حقیقته، اما مجازش هم عقوبت دنیایی داره، وای به حال آخرتش. گفت لا لکم ولا علیکم، گفتم لعنت الله علیه، خدا همینم لعنتش کن. و میکنه، ما به عنوان وظیفه انجام میدیم. و از اون طرف این تشکیک ها، خدای تبارک و تعالی مشیت تکوینیش این مسلمه، متواتراته، از اموریه که در خارج هزارها و هزارها و هزارها نمونه داره. شما جوانهای عزیز را من سفارش میکنم بعضیاتون این نمونه ها را جمع کنید، یه موسوعه میشه نه یه جلد کتاب، که کسایی که تشکیک کردن، مشکل درست کردن، زدن، بستن، حبس کردن، کشتن، اذیت کردن، هر چی کردن، اما بعد جریان توسعه بیشتر پیدا کرد، اما از اینکه کم بشه زیاد میشه. همین دور نریم، همین قصه عراق و صدام ملعون و بعد از صدام. من در عزای طبریج مکرر توفیق داشتم، 45 سال قبل، 50 سال قبل، قبلش خورده بعدش تا عراق بودیم شرکت میکردم. اتفاقا منزل ما جایی بود که 50 متریش مرور عزای طبریج بود، نماز ظهر عصر رو میخوندم میرفتم شرکت میکردم. آقایونی که اون وقت عراق رفتن یا همسنای منن، یه خورده کمتر بیشتر متوجه میشن، من اینو میگم. عزای طبریج چی بود؟ عزای طبریج این بود که از طبریج میمدن، از ابن الحمزه که یکی از علمای شیعه است قبرش اونجاست، اونجا جمع میشدن، اول ظهر نماز ظهر عصر رو میخوندن، حرکت میکردن دوان دوان، که دیدید توی، اگر کسایی که تو عراق گاهی رفتید، مشرف شدید، موفق بودید، دیدید، اگر نه حالا این بعضی فضائیات شیعه که پیدا شده ولله الحمد اینا نقل میکنه، نشون میدم مباشر یا غیر مباشر، مستقیم یا غیر مستقیم، کما بیش دیدید
سابقا اینجور بود، میمد از قول همون کربلا یا علوت المیدان، از علوت المیدان، ما منزلمون نزدیک علوت المیدان بود، میمد توی سوق العرب، بازار عرب اسمش بود، از بازار سوق العرب میمد در مقابل در قاضی الحاجات بود، در صحن مقدس امام حسین علیه السلام که اسمش باب قاضی الحاجات بود، از اینجا میمدن تو صحن از در قبله حرم مقدس امام حسین وارد حرم میشدن. سابقا جمعیت زیاد نبود، وارد حرم میشدن، از در قبله وارد حرم میشدن، میرفتن طرف بالای سر امام حسین علیه السلام، میپیچیدن طرف پایین پای حضرت علی اکبر علیه السلام، از اون در پایین پا وارد صحن امام حسین میشدن، بعد رو بروش اون باب الشهدا که میره به طرف حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، از اون در بیرون میمدن میرفتن توی بازار امام حسین علیه السلام، بازار بود گفتن بازار امام حسین، از اونجا میرفتن توی بازاری بعدش بود به فاصله یه خیابون بازار حضرت ابوالفضل علیه السلام، از اونجا میرفتن از اون دری که در طرف جنوب غربی صحن حضرت ابوالفضل وارد صحن می شدن، می پیچیدن توی صحن دور حرم حضرت ابوالفضل، از در قبله حضرت ابوالفضل بیرون می مدن این شارع العباس صلوات الله علیه، مستقیم می رفتن، اون وقتا می گفتن شارع المخیم، می رسید به خیابونی که دست راست مستقیم می رفت تا خیمگاه، می مدن تا خیمگاه، این مسیر بود. چیزی که من مکرر دیدم بودم، حالا بعضی در قاضی الحاجات مسلم هست، میدونید این در قاضی الحاجات اگه مشرف شدید برید ببینید، ببینید جمعیت بخواد از این در وارد بشه ولو دوان دوان عرضش چقدره، فکر نمی کنم 10 نفر جا بگیره، یعنی 10 نفر پلوی هم بیستن، شاید همینقدر 8 نفر 9 نفر، شاید 10 نفر، نهایتش 10 نفر، یعنی با یه عرض این مقداری، سوق العرب هم همینقدر، مثل همین بود تقریبا، یعنی جمعیت که میمد با عرض کم که 10 نفر بیشتر جا نمیگیره، 8 نفر 7 نفر 9 نفر اینجوری. بعد وارد حرم امام حسین علیه السلام میشدن، در میمدن از باب الشهدا بیرون میدن، باب الشهدا کمی اوسع، شاید 10 یا 10 نفر جا بگیره عرضش. بعد از اینجا میرفتن تو بازار امام حسین و بازار حضرت عباس علیه السلام که بعضی جاهای بازار قطعا عرضش 10 نفر جا نمیگرفت، تنگ بود. از اونجا هم از اون در صحن حضرت ابوالفضل که وارد می شدن، اون از در قاضی الحاجات هم یه ریز ضیق تر بود که شاید باشه هنوز، دری که اگر بخواد تو در برید دست راست میشه در قبله حضرت ابوالفضل علیه السلام. اینجور وقت چقدر طول می کشید این عزای طوریج؟ 20 دقیقه الی نصف ساعت، نیم ساعت، یه عزای مقداری بود، خود من مکرر شرکت کرد، یعنی عزا که تموم میشد انسان از همین ور، از همین طرف در قبله امام حسین علیه السلام مستقیم میرفت به خیمگاه، میرسید وقتی که هنوز سر عزا نرسیده، 20 دقیقه، گاهی کمتر، گاهی چند دقیقه بیشتر، حالا خیلی بگم نیم ساعت، نیم ساعت یه جمعیتی که با عرض 10 نفر و کمتر و حالا یکی دوتا بیشتر بخواد بره، چقدر جمعیت. یادم اون وقت تو بعضی از مجلات نوشتن که تقدیر کردن کل اینایی که عزای طوری شرکت کردن، از اون مرجع تقلیدش تا تاجرش تا جوونش تا وزیرش تا نمایندش تا همه جور طبقات مردم، کلشو گفتن 50,000 نفر که بعضی میگفتن مبالغه است، نمیشه 50,000 نفر. صدام اومد اینو کوبید، این عزار کشت، بس معنا کرد. صدام رفت، حالا چقدر این عزا؟ اینه دیگه، کم و بیش خودتون میدونید، میبینید چند ساعت این عزا رد میشه. و همین جوری که
من شنیدم شما دیدید، شاید بعضیاتون بودید تو کربلا روز عاشورا، از 3 در صحن وارد میشن و از چند تا در بیرون میان. یکی این دری که رو به قبله است، کنج صحن، یکی در وسط که در قبله است، یکی در زینبیه که در شرقیه. از 3 در جمعیت وارد میشن، بعدم از خیابونای عریض، یعنی نسبت به اون درب قاضی الحاجات و نسبت به سوق العرب و مثل سوق المیدان و نسبت به اینجاها خیلی عریض تره این بین الحرمین با این عرضی که پیدا کرده. بعدم وارد صحن ابوالفضل علیه السلام میشن، از چند تا در وارد میشن، 20 دقیقه طول میکشه، نیم ساعت طول میکشه، یه ساعت، 2 ساعت. این وعده خداست، این مشیت تکوینیه الهی است. فلا یزداد الا علوا، هرچی میکوبن بیشتر میشه. من بازم سفارش میکنم جوونا، روزنامه های زمان پهلوی اول هست، هنوز پیدا کنید، تو کتابخونه ها هست، تو این ور هست، خودتون ببینید. من یه قدری دیدم قبلا، حالا نه وقتشو داشتم نه خیلی در متناولم بوده، اما یه قدری که خودتون ببینید، اینا رو یادداشت کنید، اینا رو کتاب کنید، این آبروی دنیا و آخرت شماست. اینی که من دیدم و تو روزنامه ها نوشتن، اولی که پهلوی اول اومد که شعائر مقدسه حسینی علیه السلام را منع کرد و کوبید و شکنجه می کرد و جریمه می کرد و حبس می کرد و هزارها و هزارها و هزارها تو شهرها، تو دهات، تو روستاها، تو همه جا. اولی که پهلوی اومد که هنوز این کارا را نکرده بود، عوام فریبی می کرد که نوشتن، در روزنامه ها هست، عکسش هم هست، جلو دستی عزادر میمد، گل به پیشانش میمالید، رو سرش کاگل میریخت. اینو نوشتم ببینید، خودتون ببینید. اینجوری کرد، یه قدری خودشو به عنوان حسینی نشون داد، واسه فریب دادن، واسه دروغ. بعد شروع کرد زدن عزاهای امام حسین و عزادارا و قائمین به شعائر مقدس حسینی، تمام جور شعائر همش هم ببینید تو روزنامه های سال 1315 شمسی تا 20 که 20 خود غربی هایی که پهلوی آوردن خودشون هم بردنش، یعنی نوشتن اینجور. این فتره رو ببینید. به مناسبات نوشته، ببینید مکرر تو روزنامه ها داره عزاداری ها رو، شعائر مقدسه حسینیه رو منع می کرد و این تیتر، این چی بهش میگن، این چیز روش می گذشت، می گفت این خرافته، من دارم خرافت زدائی می کنم، بدبخت بیچاره، این کلمه از دهن تو بزرگتره، از دهن معاویه بزرگتره، از دهن یزید بزرگتره، تو کی هستی؟ تو کی هستی بیچاره بدبخت؟ یعنی اینایی که عزاداری میکنن اینا خرفن، اینا نمیفهمن چی کار دارن میکنن. خرافت معنیش همینه دیگه. روایت داره آدمی که بعد از نماز مغرب و بعد از نماز صبح 7 بار بگه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هر قد عمر بکنه خرف نمیشه، یعنی مغزش رو از دست نمیزه. ببینید تو روزنامه ها چقدر کلمه خرافت اون روز دیم، مال امروز نیست کلمه خرافت ها، این اون روزه، این قبل اون روزم مال شیطانه، مال ابلیسه، مال شیاطینه. نوشته در تهران، در تهران کمتر از 50 مجلس امام حسین در تاسوعا و عاشورا بود. از اول دهه که نبود خیلی. اون ببینید تو روزنامه ها
خودتون ببینید روزنامه های اون وقت من دیدم کمتر 50 تا مجلس از اول دهه که خیلی کمتر بود، شاید 7-8-10 تا بیشتر نبود. پهلوی که رفت چند تا مجلس تو تهران بود تا الان هست نوشته، من حالا رو نمیدونم، حالا نمیشه حساب کرد مجالس، یعنی زیاد شده. نوشته بعد از پهلوی 4500 مجلس در تهران منعقد شد، فلا یزداد الا علوا، یعنی بیش از 100 برابر. این نتیجه عکسی نیست، این وعده خدای تبارک و تعالی است. خدا به پیغمبرش این وعده را داده، پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل فرمودن حضرت زینب روز 11 عاشورا همین را برای حضرت سجاد علیه الصلاه و السلام نقل کردن که خود حضرت سجاد ناقلش هستن. ببینید کامل زیارات داره. می فرمان عمم دید من داره روح از بدنم جدا میشه با وضع دلخراشی که راستی قابل این نیست ما ها بخواییم اصلا تأمل کنیم چه جور وضعی بوده. اون قصه هایی که نوشتن آدم تحمل نمیکنه، نمیتونه. و حضرت زینب سلام الله علیها نقل کردن برای امام زین العابدین، که امام زین العابدین هم خوب میدونستن امام معصوم بودن، خوب میدونستن، اما خود نقل گفتن شنیدن اثر داره، خودش اثر واقعی داره در انسان. این را نقل کردن. حضرت سجاد فرمودن این قدری من اون حالت شدت ازم کم شد، اون شدت رفع از بین، اون شدت کم شد. چی گفتن؟ به شماها و امثال شماها بشارت دادن که خواهند کسانی آمد، اینها جریان حضرت سید الشهدا را بالا میبرن. شعائر این الفاظ نیست، این مضمونه. ببینید روایت مفصل چند صفحه هست این روایت، که تو همین روایت تشکیک شیاطین هست، تو ابلیس هست که گفت تشکیک کنید به شیاطین، تو همین روایت ولا یجتهدن نعمت الکفر و اشیاء الضلاله هست. چون این چیزا توش هست، بعضی متاسفانه 100 بار متاسفانه کسایی که خدا بهشون ذهن داده، هوش داده، درس خوندن، عالم شدن، تو این روایت هم تشکیک کرد. که تشکیکش بحث اختصاصیه، آقایون خودشون یا دیدن یا ببینن یا مراجعه کنن. کمتر 50 تا مجلس بعد اونی که نوشته زمان بعد از پهلوی مباشرتن، بخونید تاریخ 1315 شمسی تا 1320، چون پهلوی قریب 20 سال 19 سال چقدر سر کار بود، بیش از 10 سالش ریاکاری میکرد، فریبکاری میکرد، بعد این 5 سال اخیر این کارها را کرد که کم و بیش از پیرمرد ها شنیدید، تو کتاب هم هست، اما خودتون بیرید مال خود اون زمان روزانه شو ببینید تو روزنامه ها. از همه اینا مهمتر اینا برای علما میگم، اونایی که خوبن اعلی الله کلمته هم، اونایی که خوب نیستن نمیدونن دیگه چی بگم. من روایات قرآن کریم، روایات فرمودن. البته شما دور نیستید، شما فرهنگی هستید، با سواد هستید، میتونید خودتون دنبال کنید، خودتون ببینید. یک عالم فقیه در زمان مرحوم شیخ انصاری بوده، زمانش رو عرض میکنم، نه اسم خودش رو میگم نه اسم کتابش رو میگم، فقیه زبردستیست، فقیه محقق. یک کتاب داره، یک جلد کتاب صلات، راجع به صلات داره، مفصله، چاپ قدیم مال 100 سال قبل شده،
بیشتر کمتر. من دارم این کتاب و فکر میکنم مایه عمر این فقیه، یعنی ده ها سال زحمتش رو تو این کتاب گذاشته. کسی که اهل خبره فقه باشه فکر میکنم اگه نگاه کنه باور میکنه که مایه عمر این شخص، چند تا کتاب دیگه هم داره اما عمده اینه. من میدیدم این کتاب مطالب خوبی توش هست. تو نوشته های خودم چند سال گاهی مطالب زیبایی را نقل کردم از این کتاب. مرد فقیهی بوده، مال اون زمان بوده، مال دوره بعد صاحب جواهر بوده، معاصر شیخ انصاری بوده، توی حواضر علمیه بوده، کتابش چاپ شده. اما یه چیزی کنار ذهن من بود، چه عجب از شیخ انصاری صدها کتاب از شیخ انصاری نقل کردن، اونایی که بعد شیخ انصاری بودن، اما از این کتاب من ندیدم یک عالم که بعد او باشه ازش نقل کرده باشه. چیه؟ میدونم حرف حرف زیباست، استدلال استدلال قشنگه، خود منم گاهی نقل کردم تو نوشته ها. یکی از مراجع مهم تقلید که یه مدتی مرجع اعلای شیعه شد تو همین قوم، من خدمت ایشون بودم. یه مطلبی از یه مطلب علمی نقل کردم برای اون فقیه، اون مرجع تقلید. ایشون به من گفتن اینو کجا دیدی؟ کجاست این مطلب؟ گفتم تو فلان کتاب. اسم کتاب آوردم، کتاب چاپیه. اتفاقا این کتاب رو من تو قم گیر آوردم خریدم، حالا این کتابخونه های قدیمی. گفتم تو فلان کتاب. گفتن این کتاب و مرجع تقلید. گفتم این کتاب مال کیه؟ دیدم عجب، یه مرجع تقلیدی که یه مدتی یه فتره مرجع اعلای شیعه شد اسم کتابو نشنیده، و این کتاب تو قم بوده. چرا اینجوره؟ چیه؟ کار کیه؟ تعجب تو ذهنم بود. خیلی علما بعد از ایشون، این شخص و بعد از شیخ انصاری اومدن و صدها کتاب فقهی نوشته شده و خیلی هاشو من دیدم. از شیخ انصاری چقدر نقل میکنن، از این کتاب و این شخص، با اینکه از نظر علمی کتاب خوبیه، یک مورد من ندیدم نقل کنن. از دوره اس محمد کاظم یزدی و مرحوم آخوند و رضوان الله علیهما و بعدیای اینا، شاگردای اینا، مثل میرزای نائنی و مثل آضی عراقی و مثل اشعب الکریم حاری و بعد شاگردای اونا و شاگردای اونا، تا امروز صدها کتاب خود من دیدم فقهی، یک مورد ندیدم از این کتاب با اینکه چاپیه یه نفر نقل کرده باشه. این کنار ذهن من بود، این چیه؟ به قول عربی کی این تعتیم را کرده؟ این دست کیه؟ بعدش برخورد کردم به یک مسئله که باز اون مسئله را نمیگم. رای این شخص، این عالم، نسبت به یکی از شعائر مقدسه امام حسین علیه السلام نظر فقهیش منفی بوده. خب این مسئله یه خودش، وقت خواسته این را بیان کنه یه مثال زشت زده، یه مثال نامناسب به شعائر مقدسه امام حسین زده. من اینو که دیدم، دیدم هرچی هست تو اینجاست. این دست غیبه، این فقیه، این عالم، ده ها
ها سال زحمت کشیده تو این کتاب گذاشته. اینقدر مجهول این کتاب چاپم شده، حالا خطی بود میگفتیم ندیدم. گفتم این کار خداست، میسوزونه منفی، حتی اگر قصور باشه مسئله تکوینه، مسئله تکلیف نیست. تنها کسی که نقل کرده بود از این کتاب من بودم. بعدی که این مسئله رو دیدم رفتم کتابای خطیم، الحمدلله اون وقت هنوز چاپ نشده بود، هرچی از این کتاب نقل کردم خط زدم، ترسیدم نکبتش کتاب منم بگیر. آقایون فاعتبروا یا اولی الابصار، لقد کان فی قصصهم عبره، جوون و عبرت ببرید، عبرت ها رو منتقل کنید، جمع جور کنید. جریان حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه جریانی خدای تبارک و تعالی خاصه بی نظیر باشه، خاصه بی نظیر باشه. اینم یکی یه عالم من فکر نمی کنم مقصر بوده در این جهت، اما چون نظر فقهیش منفی بوده ای چطور اینقدر درک میکنه اصولا این عالم؟ که مثال یکی یا صد تا و هزار تا کنی یه مثال بهتر میزد. این یک لحظه مغزش، هوشش، فهمش گرفته میشه به خاطر اینکه ولو قصورا نمقصرا نظر منفی نسبت به یکی از شعائر مقدسه امام حسین داشته، اثرم نگذشته، حتی در زمان خودش هم اون منفی بودنش اثر نگذشت. حتی من دیدم قوم خیشاش از علما ملامتش میکنن برای این مطلب، شاگرداش ملامتش میکنن برای این مطلب. اخه مثال دیگه نبود؟ حالا مناسب نیست من حتی نقلش کنم این مثال را. میسوزونه، تلف میکنه، فقیه محقق باشه، هر کی میخواد باشه، ممکنه یه چهار روزی یه سر صورتی تو دنیا داشته باشه، اما اینجور حواسمون رو جمع کنیم، از دیگران عبرت ببریم. لقد کان فی قصصهم عبره، خودمون گرفتار نشیم. امیدوارم خدای تبارک و تعالی، من باز تأکید میکنم مخصوصا به آقایون جوان ها، چه اهل علم جوان، چه دانشگاهی های جوان، چه با سواد های جوان، خودتون بگردید این چیزها رو جمع کنید، این مقرب شما به خدا و اهل بیت و مخصوصا امام حسین صلوات الله علیهم جمیعا خواهد بود و مشکل گشاس برای شما. من خودم چیزها دیدم. مرجع تقلید دو تا صاحب رساله در یه عصر در یه شهر دیدم، یکیش حسینی بیشتر بود از اونی که حسینی کمتر بود، این حتی در ذریه‌اش برکت قرار داده بود خدا. اشکال نداره من اینجا یک مورد رو مثال بزنم اون طرف، نه این طرفش. مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله علیه، حاج حسین قمی سال 66 قمری فوت شده، یعنی دو سال دیگه میشه 70 سال، یعنی 68 سال ایشون فوت شده. حاج حسین حسینی بود، معروف هم بود این از ایشون. این حاج حسین تا الان که 68 سال فوت شده هنوز در ذریه‌اش فقها و مرجع تقلید زنده هست و یه مراجع تقلیدی خود من دیدم 10 سال نگذشت از فوتش ذریه‌اش جمع شد. شاید از حاج حسین قمی هم خیلی گسترده تر بود مرجعیتش، اما بعضی مسائل منفی نسبت به شعائر مقدسه امام حسین داشت. میسوزونه، آتیش میزنه، آتیش اشتباه بکنید تک مثلا تکوینیه،
اشتباه و عمد و تقصیر و قصور نداره، میسوزونه. قصه امام حسین علیه الصلاة و السلام، خدای تبارک و تعالی خواسته این را گره زده با تکوین، تکوین خاص و با تشریع خاص، که یه وقتی هم یه جزئی از تشریعش عرض کردم. امیدوارم به برکت خود آقا حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، همه ما، همه اون کسانی که در راه حضرت سید الشهدا قدم گذاشتن، قدم میذارن، مثبت و ایجابی عمل میکنن در هر حدی هست و از منفی عمل کردن حذر میکنن، همه اونها را بر توفیقات من و توفیقاتشون در هر جای دنیا، در هر شرایطی هستن، عالمن، جاهلن، باسوادن، بیسوادن، پولدارن، فقیرن، مرد، زن، همشون را بر توفیقاتشون بیفزایه و حوائج دنیا و آخرت همگی را با خیر و خوشی قوا بفرماد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.